بینندگان عزیز به استودیو برمیگردم خدمت جناب دکتر تاج محمد بیرسی. که آقای دکتر خوش آمدیم به برنامه ما. تشکر. آقای دکتر میخواستم در آغاز کمی در رابطه با موقعیت کنونی بلوچستان برای بینندگان ما بگیم. همینطوری که میدونین خب اون به اندازه ای که لازم باشه متاسفانه مردم مناطق مختلف در داخل جغرافیای کشور کنونی ایران درباره هم دیگه نمیدونن. الان فرصتی هست در آغاز کمی توضیح بدیم، بفرمایید. تشکر. بگذار من سر سخن را با تشکر از دوستان تلویزیون نوروز باز بکنم. خیلی متشکرم که این فرصت به من داده شده است. بلوچستان سرزمین بزرگی است، شاید بزرگترین استان ایران باشد. نزدیک به 12% خاک کشور ایران را تشکیل می دهد. و مهمتر از آن موقعیت استراتژیکی بلوچستان است. جنگ ایران و عراق تقریبا نشان داد که ایران برای بقای خودش به همچو جایی نیاز مبرم داره. و اینجا بود که در حقیقت ایران را از اون بنبست جنگ های هوایی که عراق اعمال کرده بود و بنادر عمده ایران را، آبادان و خرمشهر و بوشهر و حتی بندر عباس زیر آتش گرفته بود. و این بلوچستان بود که در حقیقت رژیم برای بقای خودش متوسل شد. و مهمتر از همه بلوچستان شهرراه نفتی است. ایران کشوری تولید کننده نفت است و از اینجاست، از تنگه هرمز که بلوچستان شروع می شود. آقای دکتر، همین تنگه هرمزی که ایران بارها تهدید می کنه اگه امریکا حمله کنه ما می بندیم، اون وقت نفت تو دنیا قیمتش بالا میره. بله بله. این تنگه هرمز که تقریبا از وقتی که آدم از بندر عباس رد میشه شروع میشه و ادامه پیدا می کنه تا قسمت شرق بلوچستان. و علاوه بر این ایران می خواهد گاز و نفت به دنیا صادر کنه، خصوص به هند. و اینجا باید این از خاک بلوچستان رد بشه. منظورم این است که بلوچستان دارای موقعیت استراتژیکی خاصی است. اما این سرزمین با وجود این اهمیت استراتژیکیش، مردمش محرومترین مردم کشور ایران هستند. محرومیت در بلوچستان به حدی است که وقتی با بلوچ ها آدم صحبت میکنه احساس میکنه که یعنی این احساس آنها مردمی متصرف شده هستند، سرزمین اونها تصرف شده است. چون این احساسی به آدم دست میده. ستم چندگانه است و وسیع است، از ستم ملی، زبانی، اجتماعی، اقتصادی، همه چیز را در بر میگیره. ستم مذهبی، چون که اکثریت بلوچ ها سنی هستند، تقریبا در تمام شئون زندگی بلوچ ها محسوسه. من یه چیزی را باید اشاره بکنم و اینه که این نظام در حقیقت به شکل یک نظام اپارتایدی است و آدم میتونه تشابهی با این نظام و نظام قبلی آفریقای جنوبی پیدا بکنه. مثلا در آفریقای جنوبی هم نظام اپارتایدی بود، اما فرقش این بود که اونجا نظام بر اساس نژاد بود، یعنی سیاه و سفید بود، و اینجا بر اساس مذهب است، شیعه و سنی است. این نظام همانند نظام قبلی آفریقای جنوبی سبودی است، یعنی سبودی منظورم این است که یعنی در حقیقت دارای سه تا ستونه، سه تا طبقه برای خودش درست کرده. در رأس این حرم کسانی هستند که به آنها خودی میگویند، شیعه های سرسخت که دوربر رژیم هستند، طرفداران ولایت مطلقه فقیه داخل نظام. بله. بعد پایین تر کسانی هستند که بهشون غیر خودی میگویند و بعد شیعه های ملیت های دیگر را هم تحدی دربر میگیره. در قسمت پایین این حرم سنی ها و ملیت های سنی مذهب هستند و چونکه بلوچ ها بلوچند و سنی هستند، لذا
سیستم مضاعف میشه، سطح چندگانه بینا وارد میشه. بلوچان بلکه سنی ها یعنی در طی دوره 30 ساله رژیم هیچ گونه پست وزارتی نداشتند، چونکه این اپارتاید قانون بندی شده است و این اپارتاید در اساسنامه رژیم برای خودش جایی باز کرده است و در اساسنامه رژیم هست که مذهب رسمی شیعه اثناعشری است و در اساسنامه رژیم هست که رژیم موظف به حفظ این مذهب است. لذا جایی برای کسانی که غیر از این خارج از این مذهب باشند وجود نداره. حالا همونطور که جناب دکتر شما اشاره کردین، به شکل هرم کسانی که کاملا پیرو و عضو شده در ولایت فقیه هستند، خودی و شیعهایی که مخالف ولایت فقیه هستند و یا کسانی که تو سیستمن ولی مخالف خط حاکم هستند، غیر خودی و دورتر میشه تا جایی که اگر حتی در سیاست هم دخالت نکنی و کاری به کار کسی نداشته باشی ولی به خاطر اینکه جزو لایه‌های پایینی این هرم هستی، به طور اتوماتیک و خودکار دشمن محسوب میشه، یعنی یک دشمن بالقوه. دقیقاً درسته. مثلا در مورد بلوچا تقریبا حتی بلوچایی که سیکولر هستند، چون که سنی به شکلی در یک خانواده سنی وجود آمدند، به همین بدیده مظنون نگاه میشه، در پست های کلیدی محروم هستند، در آموزش عالی محروم هستند و حتی کسانی که موفق میشن در دانشگاه برند به سختی میتونند کار گیر بیارند. مثلا من یک مثال به شما بزنم که بخش وسیعی از مردم بلوچ برای پیدا کردن کار به کشورهای عربی میره، به عمان میره و یک آمار نشان میده که الان بیش از 500,000 مردم در کشورهای عربی مشغول کار است. خب آقای دکتر، مطالبات اساسی ملت بلوچ با توجه به این وضعیتی که ترسیم کردین، به هر حال این احساس ستم وقتی که به این حد حاد باشه، باید اون خواسته های ملی هم در صدر مطالبات باشه. الان شما تحقیق هم کردین در این رابطه؟ بله. البته اگر در رابطه با ترسیم موقعیت بلوچستان اگه مطلبی مونده میتونین اشاره بکنین، بعدا به این سوال برسیم. دیگری نمونده، فقط میخواستم در مورد زبان یک اشاره بکنم تا اینکه چون من به مذهب اشاره کردم. درست. بلوچ ها زبان بلوچی صحبت میکنند و همه میدونیم که زبان در حقیقت مهمترین عامل رشد شخصیت هر انسان است و امروز تقریبا و حتی سازمان ملل هم بر اساس اهمیت همین زمان به تمام کشورها که در اونجا کشورهای چند ملیتی هستند تاکید می شود که باید زبان مادری، ولی بلوچ ها از خوندن نوشتن زبان مادری خودشون محرومند. حتی مدارس مذهبی بلوچ هم تحفظ نیست، چون که مدارس مذهبی سنی است همیشه تخریب می شوند، مولوی ها ملاها یا اعدام می شوند یا کشته می شوند. نمونه بارزی که خیران شد یک شخصی به نام یعقوب مهرنهاد که در حقیقت این شخص فقط یک فعال اجتماعی بود، ولی رژیم چون این شخصی را هم نتونست تحمل کنه. روی سال دوم که شما مطرح کردید بلوچه ها چی میخواهند، من اشاره بیاندازم. گفتم که احساس محرومیت همگیره. سرزمین بلوچستان بین چند استان تقسیم شده است. زبان بلوچی زبانی ممنوع است و همانطوری که اشاره کردم از نظر مذهبی بلوچ ها تحت پیگرد هستند و به عناوین مختلف رژیم سعی میکنه که دایره اینها را تنگتر و تنگتر کنه، مدارسشون ببنده. چون این جوی در حقیقت ریشه های ناسیونالیزم بلوچی را به وجود آورده است و اون احساس ملی و احساس بیگانگی را نسبت به حکومت مرکز تقویت نموده است. این سال را به این شکل من خلاصه بکنم که بلوچ ها خواهان یک زندگی شرافتمندانه در سرزمین تاریخی خود هستند
بلوچه ها می خواهند که به آداب و رسوم آنها احترام گذاشته بشه. یک سوالی که در میان بلوچه ها مطرح است و تقریبا در هر کجا این شنیده میشه این است که اگر ما ایرانی هستیم پس چرا زبان ما ایرانی نیست؟ چرا مذهب ما ایرانی است؟ لابد رژیم به ایرانی بودن ما شک دارد.